دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم صدای موزیک اذیت نکنه. ما یه کارایی داریم شروع میکنیم، یه کارایی میکنیم از مجموعه‌ای که تو زندگی میکنیم، میخوای حالش آوری. چه خبره قربونت برم؟ دمتون گرم دوستان، بیاریم بالا یه خورده صحبت کنیم. دمتون گرم. اونی که من میخورم خیلی خوشمزه تر از ردبوله. این ردبوله خودش که اورجیناله حال نمیده، یه شرکتی هست اومده مثلا کپی اینو زده به نام پاورکین. من الان 3-4 سال اونو میزنم، اون بهتره، تقلبیش بهتره، اصلش آدم میخوره حال نمیده. خب کوچیکم، دمتون گرم. کارا زیاده، یه سفر پرتغال افتادم. حالا دوستانی که اگه تو لیسبون پرتغال هستن، یه تا 50 روز دیگه یه سفر 4-5 روزه ما به لیسبون پرتغال داریم. به من یه آمار بدن اگه دوستانی در پرتغال هستن که در خدمتشون باشیم. چون یه سفری بعد میرفتم سوئد، خوشبختانه تلفنی قضیه رو حل کردم، دیگه تو سرما نریم سوئد. بعد یه کار دیگه تو مادرید داشتم، اونم خوشبختانه تلفنی حل کردم، قضیه حل شد. و صدا خوبه؟ صدا اینا اوکیه؟ چون اینجا موزیک هست. و یه سفر کوچولو دیگه دارم که باید بیام و به سمت لیسبون پرتغال، که البته سفر کاریه ولی به هر حال دیگه. خب بذارید دوستان، اوه چقدر شلوغ شده، دوستان رو بیاریم بالا. بذارید اصلا عینکم هم بردارم، آفتاب کمتر شده. اوه چه خبره. خب بذارید ما دوستان رو بیاریم بالا. آی احسان بیا بالا. صدا حالا کسی رو میانیم بالا، صدا قطع میشه، بعد دوباره درست میشه. سلام امید جان، درود بر شما، زنده باشید. خوبی؟ قربونتون برم. شما خوبی؟ خوش میگذره، همه چی عالیه؟ کجا تماس میگیرید؟ درود بر شما، از ایران. به به، خوش به حالتون. امید جان فقط میخواستم یه چیز رو بگم. پدر ای براندازا رو در آوردی. اینا که پدر هم اینا اوزن هزار پدر کاری کردی اینا تا آخر عمرشون بسوزن. اینا کلا اگه عقل داشتن که 43 سال واقعا خوشون رو سر کار نمیذاشتن. به هر حال دمت گرم. و یه تفکر جدیدی رو انداختی. من خودم دیدگاهم نسبت به بعضی از مسائل، یعنی کلا به نظام منفی بود، ولی بعد دیدن برنامه های تو کلن دیدگاه هم مثبت شد. خدا رو شکر. دمت گرم، زنده باشی، لطف کردید اومدید بالا. قربونت، زنده باشی. خدا شما بشم، کوچیکم. خدا بعد شما بشم. خب آقای حمید بیا بالا. ایزم آقای حمید بیا بالا. آقای حمید، آقای احسان دمشقم از ایران، بدرود. آقای حمید بیا بالا. ایزم اگه آقای حمید نمیای بالا، حسنم سر رفته. اصلا دوست براندازی هست اینجا یه خود بیاد بالا با هم دیگه چلنج داشته باشیم. آینه رضایی بعد بذار آذرخش رو بیارم. آذرخش بیا بالا. آذرخش خوبه. خوبی؟ آقا جای ما رو نگیری. آقا این چه حقیقی؟ آلمان چطوره؟ آلمان خوبه؟ خوش میگذره آلمان؟ آلمان خیلی بالیه، خیلی بده هوا متاسفانه. اینجا مثل ایران نیست که تابستون باشه، بتونیم تابستون و زمستون و بهار و پاییز رو حس کنیم متاسفانه. دوستان کسی ریکوست داره؟ من دیگه با آذرخش میخوام بشینم صحبت کنم. اومد بالا میشینم از آذرخش میخوام مصاحبه کنم. آقا چند سالته؟ من 30 سالم. 30 سال؟ متولد چه سالی هستی؟ 69. من متولد 63 هم. جدی؟ خب در 60 هم دیگه. آره جفتمون در 60 هم. آره در 60. بعد چند سال خارج اومدی؟ 8 سال و نیم. بعد چه ازدواج کردی؟ جان؟ چه ازدواج کردی؟
سه سال و نیم ازدواج کردم. به همه جوانا پیشنهاد میکنم فقط ازدواج کنید. سه سال و نیم ازدواج. بعد خانومت میدونم خارجیه. بله بله. آلمانیه؟ جا نه. خانومم مجارستانیه. بعد به همین ما باید من باید تو خونه با زبان مجارستانی با ایشون صحبت کنم. زبان مجارستانی زبان سخت دنیاه که من از بدن زبان میگیرم که دوم میدونید که این یک کدوم از ایرانتیزا و برانتیزان اصلا مغزشون و آیچون حتی زبان فارسی هم صحبت کنم زبان یک کشور دیگه و حتی چهارمین زبان سخت دنیا. لذا باید بگم صدا خرابه. اینترنت ضعیفه. اجازه بدید اینترنت ضعیف نیست. سرات بریده بریده میاد. اینجا ما کلن تابستونا 9 شب تاریکی داریم، زمستونا 7 شب. اینجا همیشه آسمون اینجوری، البته الان امروز خود آسمون ابری شده، ولی همیشه ما زمستون نداریم کلن، همیشه اینجوری. اینجا متاسفانه هوا تاریکه. خب صدا چرا خرابه جان؟ صدا تایی بریده بریده میاد. برو دمه وای فای. برو دمه وای فای. الان صدام خوبه؟ الان بهتره. صدات بریده بریده فقط برای اینترنت. از اینترنت گوشیم استفاده میکنم. اپراتورها اینجا متاسفانه. آلمان اینترنتش اوکی. خب پس که اینطور. خانومت خارج. خانومت هم شنیدم تو قوه قضاییه اینا کار میکنه درسته؟ بله بله. ایشون منشی قاضی هستن و ما تو آلمان کار داریم. بله. با دقیقا ما در خدمت تو هستیم. بالاخره دشمنان باید حواسشون باشه دیگه، اگر یه وقتی دست از با خطا کنن و بخوان سمت ایران پرستان تهدیدشون کنن، نمیدونم اذیت آزارشون کنن. بالاخره در فضایی اومدیم زندگی داریم میکنیم که آزادی بیانه و هر کسی میتونه بالاخره اعتقادات خودش و افکار خودش بیاد در فضای آزاد اینترنت بیان کنه. لذا اگر بخوان تروریستای ایران ستیز مزاحمت ایجاد کنن با کارشون با قانونه. حالا یکیشونه که به زودی تو هفته‌ای که میاد خبرشو میدم، میفرستیمش دادگاه به یاری خدا درست میشه، آدم میشه. آقا چند وقت برنامه سازی میکنی؟ من تقریبا یه سال نشده. ژانویه میشه یه سال. یه سال. بله. تا الان از کار چطور راضی بودی؟ مخاطبا اینا؟ مخاطبا که واقعا لطف دارن، واقعا سپاسگزارم از تک تک ایران پرستان. کارشون عالیه، از کامنت های بسیار مثبت انرژی پر انرژی برامو میفرستم و این باعث شده که ما سطح پیشرفتمون بیشتر بشه، چون من دست تنها هم دیگه. بالاخره خودتونم در کاری شما هم تنها، بالاخره جمع‌آوری مطالب، نمیدونم مطالعه و صحت اخبار و نوع گفتمانی که ما پیش گرفتیم اینه که ما میایم مسائل سیاست خارجی ایران و تحولات منطقه رو با زبان ساده و سبک بیان میکنیم با چاشنی طنز تلخ. لذا یه مقدار باید کار کنیم روی این گفتمان که بتونیم به امید خدا جاش بندازیم و یه مقدارم سطح مطالعاتمون رو ببریم بالا. متاسفانه اینجا سر کار میریم و وقت کم میارم، یعنی هم زندگی زناشویی و مستقلم هستش و هم کار برنامه سازیم هست و هم کلاس های آموزشی زبان. من صدای آذرخش رو خوب دارم میشنوم، چرا شما میگی صداش برمیگرده؟ صدای آذرخش خوبه دوستان، صدای آذرخش خوبه، صدای منم فکر نمیکنم بد باشه الان دیگه، دیگه صدا خوبه دیگه، چرا دوستان گیر میدم میگن آذرخش صداش افتضاحه؟ نه صداش الان خوب دارم میشنوم، مفهومه. نه صداش خوبه دوستان، صدای آدر آمی صدا رو خاموش کنم. اینترنت موبایلم خیلی نه صدا خوبه. من صدا رو خوب میشنم، بعضی میگن صدا بده، من صدا رو خوب میشنم، عجیبه، شاید به دوستان بد میشنون. من هنسفیری ندارم، ورم کنم شرمنده. الان شما کجا تشریف دارین جناب؟ نه من که تو قناری هم دیگه اینجا قناری بودم. در حال حاضر هست کردم، در حال حاضر اومده بودیم، داریم یه سری کارا هنوز رو نکردیم، داریم یه سری چیزا یاد میگیریم فعلا.
به به بکنم زمین تنیسش میخوره. آره تنیس و یه سری دیگه داریم، حالا یه کارهای لاکچری داریم شروع کردیم، فکر یاد هنو بلد نیستم اونجوری خوب، ولی خب تنیس و اینا رو دارم تلاش میکنم یاد بگیرم. دقیقا آقای دانوس، اخیرا هم متوجه شدیم دیگه ریزش گسترده صورت گرفته در قشر اپوزیسیون برانداز و ما شاهد این هستیم که روزانه کسانی که واقعا پیر این کار بودن، کهنه این کار بودن، امروز دارم میگم برای حفظ ایران باید در کنار پاسدارا وایسیم، در کنار نظام اسلامی وایسیم. و یه تحقیقی هم که من کردم تو آلمان، رفتم از این یکی از عزیزان قدیمی و پیشکسوت سوال کردم 10 تا از چهرهای منفور آلمان رو میخواستم یاد ببرم. جالب اینجا بود که آقای مهدی مهدوی آزاد جزو پنجمین چهره بودن، یعنی در تاپ 10 منفور در این چهره در آلمان آقای مهدی مهدوی آزاد که اخیرا حالا من برنامه براش خواهم ساختش که اومدن واقعا مهمل گفتن یه چیزی واقعا دارن برای استیج اون چشمه مهدوی دختر است تون تون میزنه یه عقده‌ایه به تمام معناست دیگه. ببین اینا علاوه چیز ببین اینا یه سری مشکلاتی که اصلا مثل مهدی مهدوی آزاد اینا دارن، حالا دیگه خداوند هر کسی دیگه جوری به دنیا آورده دیگه. اینا تو دوران جوونیشون اینا نتونستن یه 4 تا مثلا با رفیق و رفقا 4 تا مثلا حالا دوست دختری داشته باشن، 4 تا یه خورده مثلا عشق و حالی کرده باشن، اینا دیگه عقده برداشتن. بعدم که میان این ورم، خب بالاخره این ورم همونه دیگه، همون حکایته. اینا تمام دیگه سن هم ازشون گذشته، دیگه نمیتونن اون عشق و حالا رو بکنن دیگه، حسابی عقده ای میشن. بعد دیگه حالا همین چیزا هم از ایران میبینن. حالا درسته تو ایران یه سری اشتباهات میکنه، مثلا نظام آزادی مدنی اینا رو تو دوران ما مثلا محدود کرد، ولی باز میشد اشغال کرد دیگه. ما که الان خارج اومدیم این قضیه رو داریم میبینیم و اینا دیگه عقده‌ای میشن دیگه. ته داستان ایران ستیز غربی دشمنیشون با خود ایران میشه دیگه. مثلا مهدی مهدوی آزاد نه چه عقده‌ای داره این از ایران، یعنی اصلا آدم برام حالا میخوای نوکرم باشید باشید، میذار نوکر عربستان، حداقل برید نوکر انگلیس باش، نوکر آمریکا باش، باز اینا بالاخره کشورهای پایینه. عربستان ولی خوب پول میده، عربستان خوب پول میده واقعا. آخه چه روز دیگه الان بن سلمان داره در هی اینه که بخواد عادی سازی کنه با ایران روابطشو. خب ایرانی ها اولین درخواستشون اینه که بخوان در عادی سازی کنن، بگن آقا این جنگ رسانه‌ای تون و تلویزیوناتون جمع کنید. بعد از اون من موندم آقای مهدی مهدوی آزاد میخوان چه کار کنن، یعنی اینکه تلویزیون درش تخته بشه، اینکه درش تخته بشه قطعیه. حالا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. چه خوری نشتم قطعیه درش تخته بشه؟ من نمیدونستم. قطعیه ولی حالا سوخت و سوز داره دیگه، دیر و زود داره. و بعد از اون این افراد مزدور میخوان چه کار کنن واقعا، چون کاری هم بلد نیستن دیگه در فضای آلمان. چندین سال دارن زندگی میکنن، جز وطن فروشی کار دیگه نتونستن بکنن. ببین تو الان امید خلیلی هم از مناطق اومد بیرون، حالا اون البته زیاد کار سیاسی نمیکنه، کلی دارم میگم، چون از سیستم مناطق اومد بیرون، میخواست خودش مستقل کار کنه، نمیتونه، اینا نمیتونن مستقل کار کنن، مجبور شد دوباره برگرده مناطق. الان پوریا زراعتی هم اومده بیرون، اگه یه مثلا جریانی مثل سعودی نشنال اینا دستشو نگیرن، اینا مجبوره که دست از پا دراستر برگرده تو همون مناطق، اینا نمیتونن مستقل کار کنن. اینجوریه. به هر حال دمت گرم اومدی بالا، خوشحال شدم. متشکرم آقای دانا، دمت گرم، فدات شم، سلامت باشید، فدات باشید. آقا بذار علی شاه حسینی هم بیارم، اینم بلاگره، بذار علی شاه حسینی هم بیارم، اینم باحاله.